با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو. خانم قدرخان، مطمئنم که شما هم با این محتواهای جنسیت زده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شدین، ولی سخته که تشخیص داد آیا این محتواها باعث شده که بیشتر بیان تو شبکه، یعنی تولید کننده ها بیشتر شدن و بیشتر میاد در شبکه‌های اجتماعی، یا الگوریتم ها باعث میشن که به خاطر بیشتر دیده شدن دست به تولید چنین محتواهایی زده بشه. خیلی پیچیده به نظر میرسه. درود بر شما و مخاطبین محترمتون. درست همینطور که شما اشاره کردین، خیلی پیچیده است، اما باید در نظر بگیریم که همچنان که دنیای جدید و علم روانشناسی جدید میگه که کودکان رو در واقع رسانه‌های اجتماعی یا فضای مجازی دارن بزرگ میکنن، اما در این حال از اون طرف میبینیم که هیچ سیاست خاصی براشون در نظر گرفته نشده. اتفاقا تحقیقی که شما بهش اشاره کردید در این مقاله هم به این مسئله به درستی اشاره شده. اما سال 2015 سازمان ملل یک تعریفی برای خشونت و آزار جنسی زنان در فضای سایبری ارائه کرد، مبنی بر اینکه هر نوشته رفتار تحقیرآمیز در کامنت های کاربران، اجبار به عمل جنسی در فضای اینترنت، تهدید استفاده از الفاظ جنسی، تهدید کلامی، رفتار خشن، همه اینها حتی این شوخی هایی که به درستی نشون دادی خشونت علیه زنان. اما این کمپین از طرفی گفته بود که این اتفاقی که داره میفته برمیگرده در سال 2015 اینو پیش بینی کردن، این باعث میشه که چرخه خشونت در دنیا علیه زنان افزایش پیدا بکنه که متاسفانه ما داریم مصادیقش رو میبینیم. یعنی کودکانی که در مواجهه با تیک تاک هستن، چون متاسفانه با اینکه تیک تاک یک قانونی گذاشته برای سن تا زیر 13 سال اجازه نداره، ولی میبینیم که این به صورت در واقع روی پلتفرم های مختلف در گوشی های موبایل، روی در واقع لپتاپ، آیپد های بچه ها هست و میتونن استفاده ویدیوهای کوتاهش رو ببینن. این باعث میشه که بچه‌ها در معرض این در واقع مسائل قرار بگیرن. دو تا عامل رو باعث میشه: خشم بچه‌ها، عصبانیتشون، یا منجر به پرخاشگریشون میشه یا منجر به افسردگی بچه‌ها و گوشه‌گیریشون میشه، که همه اینها میتونه از در واقع آسیب‌های روانی باشه که به بچه‌ها، مخصوصا به دختر بچه‌ها زده میشه. سپاسگزارم از شما. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو، ما رو همراهی کردید.